تو برنامه‌های قبل توضیح دادیم که در دوران شاه اسماعیل کم صفوی اتحادیه اروپا، علل خصوص انگلستان، بریتانیای صغیر و عرضم اونش وقتی اسم کبیر میاد، یک کوروش کبیر داریم، یک حسینی کبیر داریم، یک امپراتوری کبیر. ما دیگه کشوری به نام امپراتوری و کبیر نداریم. با گنده گنده حرف زدن و پرروبازی در آوردن انگلیسی ها نمیتونن خوشن امپراتوری کنن، که امپراتور دارای یک ساختار تفکری چند هزار سال است که مال سرزمین پارس، به ایران هم ربطی نداره. هر کسی که خودش ایرانی میدونه باید بشه تو صورتش. ما make ایران پرشیا اگن میخوایم بکنیم، میخوایم ایران رو تبدیل کنیم به پرشیا. یاد باشه امپراتوری که میاد یعنی پارس، امپراتوری که میاد سری کله حسینی میاد بالا. فقط در جهان کره زمین یک ایرانی وجود داره که میتونه راجع امپراتوری حرف بزنه و امپراتوری کوروش و اینا به منم، فقط منم. هم قوانینشو بلدم، هم اندیشه‌هاشو بلدم، هم سیاستمدار قدرتمندیم، هم دیدگاهشو دارم، هم کتاباتو میخوندم. یعنی علمی و زمینی و سوادی و علم لدنی و هر چی تو اسمش بذاری همش بلدم. اما خاطر ما کلمه کبیر نداریم در جهان. هیچ کس نمیتونه بگه ما امپراتور بریتانیای کبیر، الکساندر کبیر. اگر الکساندر گفتن کبیر چون ریستارتی قدرتمند بوده. شخص الکساندر هم تازه گفتن. نه روم کبیر، ما روم کبیر نداریم مثلا. یونان کبیر نداریم. یاد باشه یک کبیر وجود داره به نام پارس، سرزمین پارس و پارسیان، که مردم باید انتخاب کنن میخوان پارسیان باشن مثل ما یا میخوان ایرانی باشن. انتخاب خودشون، ما هیچ ربطی نداریم.